روز چهارشنبه 17 ژانویه 2024 نشست مشترکی در ساختمان پارلمان بریتانیا در لندن با حضور اعضای اجرایی کنگره ملی هزاره و تعدادی از اعضای مجلس این کشور صورت گرفت. برگزار کنندگان در رابطه با دلایل برگزاری این نشست در بیانیه‌ای خطاب به اعضای شورای اجرایی کنگره ملی هزاره یادآور شدند. در شرایطی که ربودن دختران و قطع‌های عمدی هزاره‌ها توسط طالبان به یک معضل بسیار جدی تبدیل شده که نیاز به توجه فوری دارد، به منظور اینکه هزاره ستیزی و جنایات طالبان در برابر مردم هزاره به یک موضوع عام و پذیرفته شده تبدیل نشود، لازم است که هزاره‌ها نسبت به این مسئله توجه جدی نمایند. گفتنی است که اعضای کنگره ملی هزاره در بریتانیا و شماری از اعضای پارلمان بریتانیا در این نشست مشترک پیرامون مسائلی همچون ربوده شدن دختران هزاره و قطع‌های عمدی هزاره‌ها توسط طالبان در ساختمان پارلمان بریتانیا بحث و تبادل نظر نمودند. هدف از این نشست مهم گرد هم آوردن اعضای پارلمان بریتانیا و افزایش آگاهی و بحث در مورد راه حل‌های بالقوه برای رسیدگی به این موضوع عنوان شده است. بیشتر بحث کنیم در این باره با عبدالهادی سهرابی از اعضای مؤسسه کنگره ملی هزاره که از لندن با ما هستند. سلام و خوش اومدید به برنامه. آقای سهرابی، هدف از برگزاری نشست مشترک اعضای اجرایی کنگره ملی هزاره با تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا چه بوده است؟ تشکر از تلویزیون امام حسین علیه السلام و خدمت شما عرض شود که ما در کنگره ملی هزاره نه تنها در بریتانیا بلکه در کشورهای دیگر اروپایی هم تلاش داریم که همچنین برنامه های را برگزار بکنیم و بتونیم تبادل نظر بکنیم با جامعه جهانی. پس و نیت ما برای گردم آوردن اعضای پارلمان، تعدادی از اعضای پارلمان بریتانیا و همچنان تعداد زیادی از انجمن ها و نهادهای مدنی و فرهنگی و حقوق بشری بریتانیا که مربوط به هزاره ها می شود، اینا را در خود پارلمان بریتانیا در یکی از سالن های خود پارلمان جمع بکنیم و با اونا مسائل روبرو در گفتمان بشینیم که خوشبختانه تبادل نظر اعتماد با اوضاع جاری افغانستان و ربوده شدن دختران و زنان و همچنان حملات که در اواخر بالای مردم افغانستان به وجود آمده بود که در حدود 28 تا حملات زنا را ما ثبت کردیم، با دولت بریتانیا، با اعضای پارلمان بریتانیا، با امپیهای بریتانیا ما اونا را شریک ساختیم. بله. این هدف ما بود که ما با اعضای بریتانیا تماس گرفتیم و اونا هم لبیک گفتن و یک قول همکاری را دادن که در این قسمت باید جدی بررسی شود. بله. تا چه حد برگزاری این نشست را نتیجه بخش می دانید؟ تا جایی که ما برداشت داریم و این ما می خواهیم که حداقل موضوع افغانستان را تبدیل بکنیم به گفتمان انسانی، به گفتمانی که در او حقوق همه شهروندان افغانستان دیده گرفته شود و جامعه جهانی را ما با این تلاش داریم که به این متقاعد بسازیم که در افغانستان مربوط به مردم افغانستان است و مربوط به تمام افغانستان است، نه به تنها به بازی های نیابتی که ما تکیه بکنیم و در دو به اصطلاح آینده افغانستان یا منافع خود در اون ببینیم. تشکر. بله. جناب سهرابی، لطفاً به سایر اقدام هایی که کنگره ملی هزاره در سطح بین المللی در دست اجرا دارد اشاره بفرمایید. ما پلان های دراز مدت، چون کنگره ملی هزاره
بر اساس یک دیدگاه بسیار بزرگ با وجود آمده و ببخشید که تلفن اومد قطع شد. بفرمایید. میشه؟ بله بفرمایید میشه. بله. چنگره ملی هزار پلان های دراز مدت 10 ساله 5 ساله و اینا داره. چنگره ملی هزار در زمانی با وجود آمد که دولت اشرف غنی روی قدرت بود، ما 6 ماه در افغانستان در به اصطلاح در قدرت اشرف غنی، ما در داخل افغانستان رفتیم با وکیل ها مراجع دین و اعضای پارلمان وزیرا و وکیلا و مردم ما ملاقات داشتیم. از این جمله ملاقات های را ما با حضرت آیت الله عظما فیاض و پسرشان احمد شیخ محمود و همچنان آیت الله توسلی در قم و همچنان آیت الله بهسودی در کابل ما ملاقات داشتیم و حمایت از اینا را در حضور مردم با خود داشتیم. بله. ممنونم از شما. عبدالهادی سهرابی از اعضای مؤسسه کنگره ملی هزاره از لندن.